وقتی میخواین فعالیتتون رو به عنوان یه مبارز هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA شروع کنین، باید آمادگی چیزای زیادی رو داشته باشین. یه ناکوت، یه ساب میشن، یه کامبک غافلگیر کننده و کلی چیزای دیگه. بهترین حالت ممکن اینه که خودتون قهرمان بشین، با اینکه عالی به نظر میاد کار هر کسی نیست. اگه هر کسی میتونست وارد این ورزش بشه دیگه جذابیتی نداشت. البته تو این ورزش فقط برد و باخت نیست، بلکه اتفاقات جالب و خنده دارم داریم. امروز سراغ لحظاتی از MMA میریم که مبارزها کاری انجام دادن یا حرفی زدن که باعث شده دهان همه از تعجب باز بمونه یا مثل بچه ها بخندن. 15 تا از خجالت آورترین لحظات در تاریخ MMA. شماره 15، خوشحالی زود هنگام پلهارس. خوشحالی زود هنگام میتونه منجر به لحظات خنده‌دار و شگفت‌انگیزی بشه. پلهارس در UFC 134 در مقابل دن میلر قرار گرفت و دقیقاً همین کارو کرد. بعد از اینکه میلر رو با یه لگد نقش بر زمین کرد و بعدش چند تا مشت خوب زد، کنار رفت. با اینکه داور بازی رو متوقف نکرده بود، گوشه رینگ رفت و شروع به خوشحالی کرد. بعدش نزدیک بود حریف ناکوتش کنه، اما در نهایت برنده مسابقه شد. اگه پلهارس این مسابقه رو میباخت، تبدیل به مورد شماره 1 لیستمون میشد. شماره 14، ناکوت شدن چاک لیدل. زندگی مبارزهای حرفه‌ای خیلی پرمشغل است. تمرینا، دوستا و از همه استرس‌آورتر رسانه ها. همگی بهتون فشار میارن و حس خستگی میکنین. در سال 2007 چاک لیدل در مصاحبه شرکت کرد و میخواست فیلم 300 رو تبلیغ کنه. لیدل زاتوریه داشت و نایکویل خورده بود. نایکویل یه دارو واسه سرماخوردگی و آنفولانزاه و باعث خواب‌آلودگی میشه. به خاطر همین در طول مصاحبه لیدل نمیتونست خوب حرف بزنه و همش چرت میزد. مجری خیلی نگرانش بود و فکر کرد قهرمان مشکل جدی داره، اما مشکل فقط بیخوابیش بود. شماره 13، ترکیدن کیسه یخ. در UFC 109 بین راندهای مسابقه ملبورن گیارد و رونی تورز، کیسه یخی که یکی از مربیا در دستش داشت ترکید و یخها داخل رینگ ریخت و مسابقه تا چند دقیقه متوقف شد، چون مسئولین مسابقه باید یخها را از داخل رینگ جمع می‌کردند که به ورزشکارها صدمه وارد نشه. شماره 12، سلام گفتن دیوید گاردنر. شیکا اویکی در دوران خودش و تو وزن خودش یکی از بهترین ها بود. مبارزه عالیش روی خاک و سابمیشن‌هاش باعث می‌شد برای هر مبارزی یه رقیب جدی باشه و دیوید گاردنر این رو میدونست. در طول مسابقه شیکاویکی موفق میشه گاردنر رو از پشت بگیره. گاردنر که میدونست کارش تمومه، دستش رو بالا آورد و فریاد زد سلام ژاپن. بلافاصله در همون لحظه اویکی فن چوک یا خفه کردن رو روی گاردنر اجرا کرد و گاردنر با دست چند بار روی زمین زد تا باختش رو اعلام کنه. نه تنها مسابقه رو باخت، بلکه بعد از اون مسابقه دیگه علاقه ای به اینجور دلقک بازی ها هم نداشت. شماره 11، حرف های هارولد هاروارد. همونطور که دونالد ترامپ از طرف همه آمریکایی‌ها حرف میزنه، هارولد هاروارد هم دوست داره به جای همه کانادایی‌ها حرف بزنه. در روزهای اول UFC، شرکت هر کسی رو به قفس می‌آورد تا بتونه رولز گریسی رو شکست بده. هاروارد تصمیم گرفت خودش رو قلدر نشون بده و گفت ما تو کشورمون یه ضرب‌المثل داریم که میگه اگه میخوای با من در بیفتی در بیفت. تازه وسط این جمله عینک آفتابیش رو هم در آورد. همه مردم کانادا میدونن همچین ضرب‌المثلی تو کانادا و کلا تو هیچ جای دنیا وجود نداره. شماره 10، مبارزی که خودش رو کثیف کرد. قسمت اول. در UFC 35 رومرو در مقابل درین برانسون به رینگ رفت و وسط مسابقه بیننده ها نقطه قهوه‌ای رو روی شورت بنفش رومر دیدن. به نظر میاد رومر خواست پیروزیش رو با گند زدن به خودش جشن بگیره. رومر بعدن گفت چیزی که دیدین آب بوده. احتمالاً فکر کرده با بچه طرفه. شماره 9، مشت چرخشی ناموفق. جلی سانون کسی بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن می‌تونه اندرسون سیلوا رو شکست بده. سانون برایان استن و مایکل بیسپینگ رو شکست داده بود و حریف جدی محسوب می‌شد. با توجه به اینکه در راند اول برتری با سانون بود، به نظر می‌رسید که سانون بتونه سیلوا رو برای بار دوم شکست بده. اما یه خطا در محاسبه همه چیزو تغییر داد. سانون سعی کرد یه مشت چرخشی بزنه اما روی زمین افتاد. سیلوا هم از فرصت استفاده کرد و با زانوش به بدن سانون ضربه زد و چند ثانیه بعد کار سانون تموم شد. شماره 8، پوشیدن مایو.
از وقتی جورج سنت پیر پوشیدن شورت های خیلی تنگ رو مد کرد، خیلی ها این کار رو انجام میدن. دنیس هالمان پوشیدن مایو رو شروع کرد، اما خوشبختانه این کار مد نشد. معمولا ورزشکارا رو ترغیب میکنن چیزی که دوست دارن رو بپوشن تا احساس راحتی کنن، اما برای ورزشی مثل MMA خیلی از بیننده ها دوست ندارن ورزشکارا رو با مایو ببینن. شماره 7، مبارزه بی طرفدار. بعضی از مبارز ها توانایی این رو دارن که توجه مردم رو جلب کنن. افرادی مثل کانر مک‌گرگور، روندا روزی، کایل سانن همشون میدونن چطوری تماشاگر رو جذب کنن. اما آل بونوتلو از اون دست مبارزان نیست. در UFC 51 بعد از ناکوت کردن جاستین ایلرز، بونوتلو به تماشاچی علامت داد که جمله معروفش رو همراهش بگن: از من نترس، از عواقب بترس. اما هیچ کس همراهیش نکرد. شماره 6، ابراز علاقه سیلوا. چاک لیدل مرد خوشقیافه‌ایه. همه راجع به جشن‌هایی که تو لاس وگاس با دختر رو میگرفت میدونن. ما بهش حسی نداریم، ولی انگار سیلوا ازش خوشش میاد. تو UFC 61 مبارزه بین وندرلی سیلوا و چاک لیدل رو داشتیم. دینا وایب سیلوا و لیدل رو به رینگ آورد و اما موقع سخنرانی سیلوا قاطی کرد و به جای مبارزه کلمه دیگه ای رو به کار برد که خیلی خجالت آور بود. در واقع به جای اینکه بگه میخوام با لیدل مبارزه کنم، گفت میخوام باهاش بخوابم. شماره 5، کیمبو اسلایس. کیمبو اسلایس یه مبارز خیابونی بود که UFC جذبش کرد. خیلی ها فکر میکردن اسلایس پدیده یه جدید MMA میشه. اون مبارز خیابونی سرسختی بود. هر کسی که تو اوایل دهه 2000 اینترنت داشت، ویدیوی مبارزه کیمبو اسلایس رو با یه آدم ناشناس میدید که در اونجا طرف رو داغون میکرد. اما پترزلی باعث شد مردم بفهمن MMA با یه مبارزه خیابونی عادی فرق داره. پترزلی گمنام که تازه هم مصدوم شده بود، در مقابل کیمبو اسلایس قرار گرفت و فقط با یه مشت کیمبو رو ناکوت کرد. بعدش هم چند ضربه دیگه زد و برنده مسابقه شد. شماره 4، روندا روزی. باخت روندا روزی در مقابل هالی هولم لکه سیاهی تو فعالیت حرفه‌ایش بود. البته تو فیلم سری و خشن هم از یه دختر مکانیک کتک خورد. اما بگذرین، با اینکه مبارزه برای روزی فاجعه بود، یه لحظه زیبا تو مبارزه وجود داشت. حدود 40 ثانیه بعد از شروع راند دوم، روزی خواست با دست چپش مشت بزنه، اما هولم جا خالی داد. روزی تعادلش رو از دست داد و بعدش هولم با یه لگد زیبا کار روزی رو تموم کرد. روزی بعد از این باخت یه باخت دیگه هم داشت و بعیده که به MMA برگرده. البته امروزه اون رو تو WWE میبینیم. شماره 3، مبارزی که خودش رو کثیف کرد. قسمت دوم. بله، تیم سیلویا هم درست مثل رومرو که قبلا بهش پرداختیم، خودش رو وسط رینگ کثیف کرد. این مربوط به مبارزش با آسریو میشه. از قرار معلوم بیماری داشت و به خاطر همین نمیتونست معده‌اش رو کنترل کنه. سیلویا در نهایت برنده شد. به نظرم کثیف کردن خودتون در طول مسابقه بهترین راه برای ناکوت کردن حریفه. خب، حالا سراغ عکس برتر امروز میریم. شماره 2، گری مینارد خودش رو ناکوت میکنه. گری مینارد تو مبارزه اولش برای UFC بعد از پرتاب چند مش به صورت رب امرسون در TUF 5 امرسون رو بلند کرد تا یه سابمیشن روش اجرا کنه. اون امرسون رو محکم روی زمین کوبون و امرسون به خاطر آسیب شدید به دنده‌هاش اعلام باخت کرد. اما ظاهراً فنش رو زیادی محکم اجرا کرده بود، چون سر خودش هم به زمین برخورد کرد و خودش هم ناکوت شد. واسه کشتیگیر حرفه‌ای مثل گری مینارد واقعاً خجالت‌آوره. شماره 1، فعالیت جیمز تونی در MMA. این یکی از ضایع‌ترین ورودهای یه مبارز به UFC. جیمز تونی بعد از چندین ماه کری خوندن برای رندی کورتور باید بالاخره تو UFC 118 نشون میداد چند مرد حلاجه، اما به شدت ضایع شد. ظرف 15 ثانیه رندی تونی رو از پشت گرفت و چند ثانیه بعد روی بدن تونی رفت. اون با چند ضربه مشت جانانه تونی رو زخمی کرد و در آخر کارش رو با فن چوک تموم کرد. ممنون که تا انتها با ما بودین. لطفاً کانال رو سابسکرایب و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.